سلام، من محمد حسین شبانی هستم از مرکز آموزشی آترین. دوستای خوبم، امروز میخوام توی این ویدیو آموزشی راجع به یکی از فیلترهای نرم افزار فتوشاپ صحبت بکنم که به ما کمک میکنه به طور دستی روی عمق میدان تصویرمون کار بکنیم. خب همونطور که شما میدونید روشهای متفاوتی وجود داره برای اینکه عمق میدان رو حین عکاسی کاهش بدیم، مثل این عکس که با لنز 50 میلیمتری با دیافراگم 1.4 گرفته شده. اما موضوع بحث من امروز عکاسی نیست. من میخوام این رو بررسی بکنم، ببینم که به چه شکلی من میتونم به کمک نرم افزار فتوشاپ عمق میدان رو کاهش بدم. من برای این کار میخوام از یکی از فیلترهای بلر استفاده بکنم، فیلتر آیریس بلر. ولی قبل از اینکه برم سراغ این فیلتر، میخوام با هم دیگه این عکسی که اینجا هستش رو یه مقدار بررسی بکنیم. خب اگه خوب دقت بکنیم میبینیم که این ناحیه جاییه که فوکوس من اتفاق افتاده و فوکوس تو این ناحیه 100% و یه ناحیه بزرگتری اینجا وجود داره که تصویر من از حالت فوکوس داره میره به سمت بلر شدن. میبینید اینجا کم کم فوکوس داره میره به سمت بلر شدن و میتونم بگم که هر آنچه که بیرون از این دایره است به طور کامل بلر شده. خب من این عکس رو انتخاب کردم برای اینکه روی عمق میدانش کار بکنیم و عمق میدانش رو به کمک فیلتر آیریس بلر کاهش بدیم. اما قبل از اون، اول که کپی از لایه‌ام میگیرم برای اینکه بیفور افتر بتونیم در نهایت ببینیم، میرم سراغ کانورت فور اسمارت فیلترز و روش کلیک میکنم. دوستان عزیز، چرا من این کار رو انجام میدم؟ در واقع دلیل این کار اینه که بعد از اینکه من فیلترم رو اعمال کردم، کارم رو ادامه دادم، هر جا که پشیمون شدم خواستم برگردم و مجددن به تنظیمات فیلترم دسترسی داشته باشم، دستم باز باشه و بتونم این کار رو انجام بدم. میرم سراغ فیلترها، در زیر مجموعه فیلترهای بلر، آیریس بلر رو انتخاب میکنم. به محض اینکه روش کلیک میکنم تنظیمات این فیلتر ظاهر میشه که توی این قسمت و این قسمت میتونیم ببینیمش. و مهمترین قسمت این فیلتر که این دایره هست که اینجا میبینید، این 4 نقطه و مرکزش. خب اگه دقت بکنیم میبینیم که اون مرزبندی هایی که اونجا نشونتون دادم رو هم داریم اینجا میبینیم. یعنی یه ناحیه‌ای وجود داره که تصویر من کاملا توی فوکوس 100% و یه ناحیه‌ای وجود داره که تصویر من از حالت فوکوس داره میره به سمت بلر شدن. و این دایره که هر آنچه که بیرون از این دایره است مجددا میبینیم که به طور کامل دیگه بلر شده. با کلیک درگ کردن روی مرکز این مرزبندی ها میتونم جاش رو تغییر بدم. به طور مثال بیام اون رو بذارم این قسمت، من میخوام این ناحیه تقریبا به خصوص چشم ها مرکز توجه تصویرم باشه، برای همین این ناحیه رو انتخاب کردم. اینجا میتونیم در واقع مرکز این مرزبندی فوکوسش رو مشخص بکنیم که در حال حاضر روی 100%، میتونیم کمش بکنیم. اگر روی 0 باشه تصویر من به طور کامل بلر شده. من میام اون رو میذارم روی 100% مجددا. با کلیک درگ کردن روی این دایره میتونیم شکل این مرزبندی ها رو تغییر بدیم و مشخص بکنیم که کدوم قسمت میخوایم فوکوس باشه، کدوم قسمت میخوایم بره به سمت بلر شدن. و با کلیک درگ کردن مجددا روی این 4 نقطه میتونیم مشخص بکنیم که کدوم ناحیه تصویرمون به طور کامل فوکوس باشه. من میتونم شکل این مرزبندی رو تغییر بدم، اینجا بیام اون رو اینجا قرار بدم یه مقدار اینا اینجا. دوستان این نکته رو من خدمتتون عرض کنم که هر چقدر ناحیه‌ای که تصویر من از حالت فوکوس داره میره به سمت بلر شدن ناحیه کوچکتری باشه، این اتفاق سریع‌تره، در واقع مرز شارپ‌تری داره و شاید نتونه نتیجه مناسبی برای من داشته باشه توی بحث کاهش عمق میدان. برای همین من میام این ناحیه رو وسعت میدم بهش، برای اینکه این تبدیل به نرمی اتفاق بیفته و تصویر من به نرمی از فوکوس بره به سمت بلر شدن. خب میام در واقع این قسمت مشخص میکنم که این مرزبندی ها کجا باشه. با کلیک درگ کردن روی این دایره میتونیم میزان بلر شدن رو مشخص بکنیم، میتونیم اون رو زیاد بکنیم، میتونیم اون رو کم بکنیم. علاوه بر این میتونیم توی این قسمت هم میزان بلر شدنمون رو تعیین بکنیم. میتونم اینجا به طور دستی عدد بدم، به طور مثال 30 پیکسل رو انتخاب میکنم برای بلر شدن و نهایتا اون رو اوکی میکنم. خب اگر اینجا یه بیفور افتر ببینیم، میبینیم که عمق میدان تصویر من کاهش پیدا کرده و در حال حاضر فوکوس من روی تصویرم توی این قسمت هست. اما اگر بیام با این تصویر مقایسه بکنم میبینم که شاید یه مقداری میزان بلر شدنم
زیاد هست توی تصویری که دارم. خب میخوام برگردم به تنظیمات فیلترم. اینجا به راحتی چون Convert for Smart Filters کردیم میتونم دبل کلیک بکنم روی فیلترم و برگردم مجددا اگر خواستم این مرزبندی ها رو تغییر بدم. اگر خواستم میزان بلر شدن رو کم بکنم، برای مثال من اینجا میخوام میزان بلر شدنم رو کم بکنم و اون رو به 20 پیکسل تغییر بدم تا تصویر من به این شکلی که الان میبینید در بیاد و من در واقع تونستم به کمک فیلتر آیریس بلر به طور دستی روی عمق میدان تصویرم کار بکنم تا به این نتیجه که میخوام برسم. مرسی از دوستان عزیزم.